سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال انیمیشن بی خوش اومدید. تو این ویدیو قراره قضیه زنده موندن بیل سایفر رو براتون توضیح بدم. پس لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خیلی خیلی ممنون. بزن بریم. خب رفقا، همونطور که تو ویدیوی رازهای ابش جاذب فصل 2 بهتون گفتم، بیل سایفر تو قسمت آخر بگا نمیره، در واقع زنده میمونه. و الان چطوری شو بهتون توضیح میدم. یادتون میاد وقتی بیل تو مخستن داشت به گا میرفت، به هیچ راهی فراری نداشت و شروع کرد به چرت پرت گفتن و زار زدن؟ خب اون موفق شد. آره درست شنیدید، اون موفق شد و زنده موند. حرفای بی ربطی بیل در واقع جملات برعکس بود که داشت میگفت و تا بتونه خودش رو نجات بده. و در ادامه میخوام این ویدیو رو براتون نشون بدم. بیل داشت به صورت برعکس اسم اکسولاتل رو صدا میزد و کمکش کنه. اکسولاتل در واقع به معنی سمندر مکزیکی است که دیپر میبل در کتاب دیپر و میبل نفری زمان با اون آشنا میشه. نویسنده این کتاب الکسیرش نیست، بلکه جیفری رو است. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که الکسیرش تو این گروه نقش داستان نویس رو داشته و داستان رو کلن خود الکسیرش نوشته، که نکته بسیار جالبیه. خب الان میخوام بهتون بزرگترین مدرک زنده بودن بیل سایفر رو نشون بدم. سنه که دیپر و میبل با اکسولاتل روبرو میشن، در ابتدا دیپر و میبل در یک مکان معلق هستن و میپرسن ما کجاییم؟ و اکسولاتل با صدای عجیب بهشون میگه شما در زمان و مکان هستید، جایی میان زمان و مکان. بعدش اکسولاتل به اونا میگه بیاید به سمت من. از اینکه دیپر و میبل به سمت اکسولاتل میرن، میبل از سمندر میپرسه تو کی هستی؟ سمندر جواب میده من اکسولاتل هستم، اما در مورد من کافیه، شما موفق شدید منو پیدا کنید، پس حالا هر کدومتون میتونید یک سوال از من بپرسید. در این صحنه که میبل کم گیج شده میپرسه تو چی هستی؟ مثل سمندری؟ سمندر میگه من فقط اکسولاتل هستم و تمام، سوالتو پرسیدی. حالا اکسولاتل به دیپر نگاه میکنه و میگه نوبت توه، سوالتو بپرس. دیپر عجل نمیکنه و بعد از یه خورده فکر کردن از اکسولاتل میپرسه از بیل سایفر چی میدونه؟ اکسولاتل هم در مورد سوال کم فکر میکنه و با چشمان عجیب جواب دیپر رو میده. مجموعه از 360 درجه نازه از لای درختان و بوته های منجه سختن بود خودش را از نزدیک دید. دلتنگ آنجاست و اینجا در طبیعت. دروغ میگوید اگر گفت شاد است. آتش را مقصر حریق میداند، پس شیاد است. اگر میخواهد بخشیده شود با اسم من را صدا کن. این چنین جنایاتش پاک شود و خودش در شکل و زمان دیگر زنده شود. خب فهمیدید؟ گفت اگر میخواهد بخشیده شود، یا همونطور که ما گفتیم زنده شود، باید اسم من را صدا کن. و بیل سایفر دقیقا همین کار کرد. زمان که داشت و مخ استن به گامی رفت، اسم اون رو به طور برعکس صدا زد و این طوری بود که بخشیده میشه و در شکل، این خیلی مهمه، در شکل و زمان دیگر زنده میشه. اینجاش جالبه، در شکل و زمان دیگر، اصلا معلوم نیست چه شکل و چه زمانی. و این خودش جز بزرگترین رازهای آبشار جاذبه است و هیچ کس نمیدونه. نگفتم نمونه این کتاب چند ماه بعد از پایان رسیدن قسمت آخر آبشار جاذبه منتشر شد و حتی تو صفحه آخر کتاب از خواننده کتاب تشکر میکنه و بهشون میگه راز رو پیدا کردید؟ راز رو فهمیدید چیه؟ آره، داره به مخاطب میگه که آقا این کتاب توش راز بوده که شما باید اونو کشف کنید. خود الکسیرش هم تو مصاحبهش گفت قسمت آخر یک راز خیلی خیلی بزرگ داره و رازش هم همینه، بیل سایفر زنده است. اگر انگلیسیتون خوبه و میتونید کتاب بخونید، بهتون پیشنهاد میکنم که کتاب رو حتما دانلود کنید. قیمتش که نجومی فضایی نمیتونید بخرید. یه سایت خوب پیدا کنید از خارجی یا داخلی
و این کتاب دانلود کنید، کتاب خیلی جذابی. خب رفقا، دم همتون گرم، خیلی خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید، امیدوارم که براتون مفید و جالب بوده باشه. خیلی خیلی ممنون، لایک ویدیو یادتون نره، همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. اگرم رازی رو شما کشف کردید که خیلی جالب به نظرتون، خوشحال میشم که تو کامنت ها برای ما بنویسید و به اشتراک بگذارید. خیلی خیلی ممنون، خداحافظ.